به نام خدا. با سلام، امروز میخوایم در مورد غلظت خون صحبت کنیم. ببینیم غلظت خون چی هست، تعریفش چیه و علل و علائم و پیشگیریش چیه. من دکتر قاسم معصومی، متخصص داخلی و گوارش، امروز پزشک ویژه شما هستم در کانال دکتر 724. امیدوارم که این مطالبی که براتون عرض میکنم مفید باشه. گفتیم غلظت خون. غلظت خون چی هست؟ ترکیبات خون معمولاً گلبول‌های سفید، گلبول‌های قرمز، پلاکت و یک مایعی هست به اسم پلاسما. اون چیزی که غلظت خون رو تعریف می‌کنیم و مشخص می‌کنه غلظت هموگلوبین و یا گلبول‌های قرمز در داخل خون هست. درصد اشغال گلبول‌های قرمز در حجم خون رو ما میگیم که هموتوکریت، و وجود گلبول‌های قرمز رو با هموگلوبولین به اصطلاح تشخیص میدیم. پس تعریف غلظت خون با این دو مارکر یا با دو علامت به اصطلاح آزمایشگاهی هست، هموگلوبین و هموتوکریت، در آقایون و خانم‌ها فرق میکنه. در آقایون معمولاً هموگلوبین بین 14 تا 18 هست و در خانم ها بین 12 تا 16. اگر هموگلوبولین بالاتر از 18 در آقایون باشه و بالاتر از 16 در خانم ها باشه، بهش میگیم که غلظت خون. هموتوکریت هم در آقایون از 42 تا 52 هست به اندازه نرمال و در خانم ها 38 تا 46 هست. اگر هموتوکریت در آقایون از 56 بالا بشه و در خانم ها از 52 بالا بشه، بهش میگیم غلظت خون. این فرد غلظت خون داره. غلظت خون یک سری علائم داره، یک سری مشکلات داره. به خاطر همین خیلی مهم هست. اول تعریف میکنیم غلظت خون دو نوع هست. یک غلظت خون نوع اولیه هست. اصطلاح علمی غلظت خون پولیسایتمی هست و یا اریتروسیتوز. پولیسایتمی اولیه یک بیماری هست، بیماری خونی هست، از گروه بیماری های خون و مغز و استخوان. تشخیصش، درمانش با نمونه برداری از مغز و استخوان، آزمایش خون و درمان های اختصاصی خاص خودش داره. بیماری نادری هست. اون چیزی که امروز من برای شما میخوام صحبت کنم غلظت خون ثانویه هست. یک عللی هست که باعث میشه غلظت خون ثانویه ایجاد بشه. چه درصدی از افراد غلظت خون ثانویه رو میگیرن؟ معمولا تو همه جوامع 90 تا 95 درصد اون بیماران غلظت خون، بیماران غلظت خون ثانویه هستن. 5 درصد، کمتر از 5 درصدش میمونه برای اون پولیسایتمی اولیه بیماری خونی. پس اون چیزی که خیلی مهم هست 90 تا 95 درصد علت ثانویه هست. خب چه عللی میتونه غلظت خون ثانویه در افراد ایجاد بکنه؟ این مهم هست. علل ایجاد کننده در رأس اینها ارتفاعات هست. زندگی در ارتفاعات. زندگی در ارتفاعات باعث افزایش غلظت خون میشه، باعث کاهش اکسیژن در ارتفاعات و به خاطر همین غلظت خون بالا میره. ما سطح آزاد دریاها را سطح به اصطلاح نرمال تلقی میکنیم از نظر پزشکی، و هر سطحی بالاتر از سطح آزاد دریاهای به اصطلاح آزاد باشه اون ارتفاع هست. پس به این نتیجه میرسیم که همه افراد جامعه در جهان در ارتفاعات زندگی میکنن، منتها یک کسی در ارتفاعات 500 متر بالاتر از سطح دریا، یکی 1000 متر و یکی 1500 متر بالاتر از سطح دریا. این ارتفاعات خیلی مهم هست و چون ارتفاعات رو نمیشه جابجا کرد، پس یک علت اجتناب ناپذیری هست. علل دیگه چیه؟ سیگار. سیگار یکی از علل مهم ایجاد کننده ثانویه غلظت خون هست. کشیدن سیگار، مقدار سیگار، تعداد سیگاری که فرد میکشه مهم هست. اندازه سیگار به دفعات و تعداد نخهای سیگار تشدید بیماری رو باعث میشه.
و ارتباط مستقیم داره با تعداد نخ سیگار. یک سری بیماری های خونی هست که باعث میشه که غلظت خون ایجاد بشه. یک سری بیماری های قلبی هست. بیماری های قلبی مادرزادی باعث غلظت خون میشه. یک سری بیماری های ریوی هست. از آسم، از برونشیت، آمفیزم، بیماری های تنگی نفس، ریوی، بیماری های بینابینی ریه. اینها باعث میشه که غلظت خون بره بالا و فرد دچار غلظت خون بشه. یک تماس با گاز مونوکسید کربن و مسمومیت با مونوکسید کربن باعث افزایش غلظت خون میشه. در جوامع شهری و در زندگی شهری به خاطر زندگی ماشینی همه افرادی که تو شهرها زندگی میکنن به درصدی از آلودگی با گاز مونوکسید کربن و حضور گاز مونوکسید کربن در شهرها ما معمولا مبتلا هستیم و بعضی وقتا این به حد هشدار و خطر میرسه و اینو معمولا ما تمام شهرها در تمام جهان میبینیم که عامل هشدار هست. افرادی که مسن، خانم های باردار، بچه ها میگن که نیام بیرون، برای اینکه وضعیت هشدار هوا هست از آلودگی. این همون آلودگی با گاز مونوکسید کربن هست. این باعث میشه تشدید غلظت خون میشه. اسهال و از دست رفتن مقدار زیادی از آب باعث میشه که غلظت خون، هموتوکریت هم میاد پایین، حجم پلاسما میاد پایین و هموتوکریت میره بالا. این باعث میشه که غلظت خون بره بالا. و تومورهای کلیه، تومورهای کبد، اینها هم باعث افزایش غلظت خون میشه. فیبروم رحم، کیستهای کلیه و استرس. استرس یه چیزی هست که تو جامعه به درجاتی همه مبتلا هستیم بهش و این غلظت خون رو میبره بالا. یک نکته مهم مصرف داروها هست. از داروهایی که باعث افزایش غلظت خون میشه کورتون، بیمار به اصطلاح داروهای کورتیکواستروئید، اینها باعث افزایش غلظت خون میشه. مصرف طولانی مدت استروئیدها باعث افزایش غلظت خون میشه. تزریق خون خودش باعث افزایش غلظت خون میشه. در مواردی که نیازمند تزریق خون هست این اتفاق پیش میاد. خب این علل رو گفتیم، ببینیم که علائمش چی هست. علائم افزایش غلظت خون چی هست، چی میتونه باشه. یک علائم خاص اختصاصی معمولا برای غلظت خون ما نداریم. یک سری علائم غیر اختصاصی داره غلظت خون، از ضعف و بیحالی و بی‌حوصلگی و خستگی گرفته تا سردرد، سرگیجه، احساس منگی، احساس سبکی سر، اینا همشون علائمی از غلظت خون و افت اکسیژن است. و گاهی اگر افت اکسیژن و غلظت خون بالاتر بره، یه مقدار هوشیاری و اون حواس جمعی آدم پرت میشه. بعضی وقت فرد میاد میگه همچنین حواسم جمع نیست، این مقدار حواسم پرت میشه، این مقدار نمیتونم تمرکز حواس کنم. اینها هم یکی از به اصطلاح علائم غلظت خون هست. اختلال دید، اختلال در چشم، اینها باعث به اصطلاح علائم غلظت خون هست. سبکی سر، تنگی نفس، احساس سنگینی سینه، خارش، خونریزی گوارشی، بزرگی کبد، بزرگی تحال، همه اینها، زخم معده، خونریزی از دستگاه گوارش از هر معده، مری، اثنی‌عشر، همه جا. و یک نکته ای که در غلظت خون معمولا ما شایع میبینیم این هست که انتهاها از نوک انگشتان و زیر ناخونها تا دور لبها، انتهاها که رگهای ریزی داریم ما، اونجا خون رسانی میشه، اینها بنفش رنگ میشه، کبود میشه. کبودی ناخونها، زیر ناخونها، نوک انگشتان و دور لبها، یک به اصطلاحش از سیانوز، و این یکی از علائم به اصطلاح غلظت خون هست. و گزگز پاها، همه اینها از علائم غلظت خون هست. خب اینقدر گفتیم از علل و علائمش، تشخیصش چی هست؟ چجوری میتونیم ما غلظت خون رو تشخیص بدیم؟ یک راه ساده ای هست برای تشخیص غلظت خون. یک نمونه خون از فرد میگیرم، میبرم آزمایشگاه. یک آزمایش CBC با 2 cc خون تشخیص اولیه غلظت خون رو برای ما مشخص میکنه. هم کار بسیار ساده ای هست، هم ارزون هست، قابل دسترس هست، در همه جا قابل دسترس هست. یک آزمایش خیلی اختصاصی نیست،
پس خیلی راحت میشه تشخیص داد که غلظت خون چی هست. گفتیم هماتوکریت اگر بالای 56 در آقایون و بالای 52 در خانم ها و هموگلوبین اگر بالای 18 در آقایون و بالای 16 در خانم ها اگه باشه، ما بهش میگیم که این فرد مبتلا به غلظت خون هست. پس تشخیصش راحت هست. خب درمانش چی هست؟ چجوری میشه غلظت خون رو درمان کرد؟ اصلا چجوری میشه به غلظت خون مبتلا نشد؟ پیشگیری بکنیم، پیشگیری بکنیم که به غلظت خون مبتلا نشیم. چیکار باید بکنیم؟ اول گفتم یکی از عللش ارتفاعاته، نمیشه ارتفاعات رو حذف کرد. بس ما ناچاریم در جایی که زندگی میکنیم، ولی در شهرهایی که ما زندگی میکنیم، اگر شرایط زندگی در شهرها تماس با مونوکسید کربن و آلودگی هوا رو در شهرهای صنعتی کم بکنیم، به تبع آن ما از غلظت خون و بیماری های طبعی به طبعی غلظت خون جلوگیری خواهیم کرد. پس کاهش آلودگی های شهرهای صنعتی، یک قطع سیگار یا کاهش سیگار، سیگار باید قطع بشه، جلوگیری میکنه از غلظت خون. جلوگیری یا پیشگیری یا عدم مصرف یا کاهش مصرف گوشت قرمز، گوشت قرمز غلظت خون رو میبره بالا، ما باید کم مصرف کنیم. مایعات باعث میشه که غلظت خون بهتر بشه. روغن‌های جامد، روغن‌های نباتی، اینها غلظت خون رو بیشتر میکنن، نباید مصرف کنیم. خب چیزایی که مصرف باید بکنیم چیه؟ مایعات. مایعات خودش باعث میشه که خون هم غلظتش بیاد پایین. میوه‌جات، سبزیجات، میوه‌جات و سبزیجات سبز، سبزیجات و میوه‌جات قرمز، همه اینها آنتی اکسیدان دارن، باعث میشن که غلظت خون بیاد پایین. از سیر و زنجبیل و زیتون و همه این میوه‌جات باعث بهبود غلظت خون میشه. و اون چیزی که خیلی مهم هست این هست که خب ما اگر غلظت خون رو اینجوری پیشگیری کردیم، خب اگر مبتلا شدیم به غلظت خون چیکار باید بکنیم؟ خب باید به پزشک مراجعه کنیم. اگر احساس میکنیم که این علائمی که بهتون گفتم از یک سری علائم غیر اختصاصی از مغز تا نوک پاها و نوک انگشتان هست، اگر یک سری همچنان به اصطلاح مشکلاتی رو داریم، چارش این هست که اولا نباید نگران باشیم. نگرانی بی خود باعث به هم ریختگی زندگی میشه، استراب میشه، استرس میشه و اون خودشون باعث افزایش غلظت خون میشه. باید به پزشک مراجعه کنیم، باید به پزشک مربوطه خود مراجعه کنیم. با یک آزمایش ساده غلظت خون تشخیص داده میشه. اگر بخوایم غلظت خون رو درمان بکنیم، پزشک ما درمان میکنه. غلظت خون رو پزشک ما درمان میکنه. دو تا موضوع هست در درمان پزشک خون به اصطلاح غلظت خون. یکی این هست که از یک سری داروها استفاده میکنیم. معمولا پزشک ما برای ما نسخه میکنه، از آسپرین که یک قرص ارزون و ساده و در دسترس هست، تا داروهایی که مقدار اختصاصی تر هست، داروهای اختصاصی تر دیگه. داروی ساده همون آسپرین هست که از غلظت خون جلوگیری میکنه. اگر اون حالت به اصطلاح شدت بیماری رو داشته باشیم، دو تا راه دیگه ای هست برای درمان غلظت خون. یکی این که بریم خون بدیم، اهدای خون. اهدای خون باعث میشه که ما حجم خون و غلظت خونمون میاد پایین. اگر به اون حالت خطرناک غلظت خون برسه، معمولا کسایی که سیگاری قهار هستن، اینها غلظت خوناشون شدید میشه، 20 هموگلوبین ها 20 21 22 ما میبینیم، ولی زیاد میبینیم که دور لباش کبوده، کبوده زبونشو در میاره، میبینیم که اصلا زبون کبوده، سیاه شده. اینا باید فلبوتومی بشن، فست خون بشن. یعنی از اینا باید خون رو بگیریم بندازیم بیرون. هر چقدر خون بگیریم، خون رو به اصطلاح فست بکنیم یا به اصطلاح میگن فلبوتومی، خون رو از بدن اینا کم کنیم، خب جبران اینها با مایعات و کاهش غلظت خون خواهد بود. پس اگر غلظت خون اینجوریه، چی کار باید بکنیم که به غلظت خون مبتلا نشیم یا اگر مبتلا شدنمون رو بفهمیم؟ اینی که توصیه ما این هست که افراد سالم سالی یک بار یک آزمایش CBC ساده بدن. البته ما توصیه‌مون این هست که افراد سالم
برای همه بیماری ها سالانه یه دونه آزمایش بدن، قندشون رو کنترل کنن، چربیشون رو کنترل کنن، آزمایش های کبدشون رو کنترل کنن، تیروئیدشون رو کنترل کنن. یکی از آزمایشات هم یک CBC ساده هست، غلظت خون رو تو به اصطلاح کنترل میکنه. پس یه کنترل سالانه آزمایش برای افراد سالم معمولا از 20 تا 30 تا بیماری که احتمالاً خاموش باشه، از چربی گرفته تا دیابت، برای ما تشخیص داده میشه. توصیه ما این است سالانه یک آزمایش بدیم تا از این بیماری ها اگر در شروع اولیه هست با پیشگیری اولیه در صورت نیاز با درمان زیر نظر پزشک ما سلامتی خودمون رو حفظ بکنیم. امیدوارم این مطالب برای شما مفید بوده باشه. شاد و سلامت باشید.